یک سال و چند ماه پیش از درگذشت بانو دلکش، عده‌ای از خبرنگاران موافقت ایشان را جهت انجام مصاحبه‌ای جلب می‌کنند. وقتی دوربین‌ها و پروژکتورها روشن شد و همه چیز برای شروع گفتگو مهیا بود، دلکش در حالی که با عصا روی صندلی نشسته و چانه‌اش را روی دستش گذاشته بود، گفت: صبر کنید، چقدر بابت این مصاحبه به من دستمزد می‌دهید؟ خبرنگاران مات و مبهوت گفتند: آخر خانم دلکش، شما یک هنرمند هستید و ما افتخار می‌کنیم که به منزلتان آمدیم. هیچ وقت آواز شما فراموش نمی‌شود و فیلم‌هایی که در آن حضور داشتید، اکنون آمده ایم خاطرات شما را منعکس کنیم تا مردم بخوانند. دلکش گفت: چرا الان سراغ من آمدید؟ شما برای من نیامده اید، بلکه روزنامه و مجله تان دیگر فروش و تیراژ ندارد. الان آمده اید تا مرا سوژه کنید تا فروش آنها را بالا ببرید. باید 25 سال پیش سراغ من می آمدید، نه اکنون که بالا پری برایم نمانده. بلند شوید و بروید دنبال همان خود فروخته ها و معلوم الحال هایی که اوایل انقلاب سراغشان رفتید. حالا هم بروید دنبال همانها.